نتیجه یک تحقیق درباره زیان‌های بیسفونل A در موجودات زنده نشان می‌دهد که مواجهه با این ماده موجب چاقی و اختلال هورمونی می‌شود. بیسفونل A یک ترکیب شیمیایی پرمصرف است که برای استحکام و شکل دادن به مواد پلاستیکی به آن اضافه می‌شود. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ماست با توضیحات بیشتر. خب دکتر رضایی به ما بگو این آیا در همه مواد پلاستیکی یا در غیر پلاستیکی ها هم این ماده وجود داره؟ ببین در اغلب مواد پلاستیک اغلب در مواد پلاستیکی وجود داره ولی در غیر پلاستیک ها هم وجود داره. در واقع جزئیات این تحقیق در رابطه با بروز چاقی و دیابت و سایر اختلالات هورمونی در کسانی هست که در مواجهه با بیسفونل A هستن به دلیل نگرانی که در سال 2010 به وجود اومد، چون متوجه شدن بیسفونل A در ادرار 93% از مردم امریکا وجود داره. اما اینکه نهایتاً چطور به این نتیجه رسیدن که باید در اون رو محدود کنن، به خاطر اینکه همزمان خب بروز چاقی هم خیلی بالا بود، بروز دیابت هم خیلی بالا بود. این ظروف پلاستیکی که شکل داده میشن و دردار هستن که خیلی پرمصرف هستن و در اغلب خونه ها استفاده میشن، خصوصا اگر در مادران حامله استفاده بشن، از همون زمان شروع میکنه تغییراتی رو در جنین ایجاد میکنه که در آینده منجر به چاقی و بیماری های مختلف میشه. ممنون شده. حالا از چه راهی در اصل موجب چاقی میشه و اینکه آیا ممکنه بیماری های دیگه هم ایجاد بکنه؟ از اینکه از چه راهی موجب چاقی میشه، بله بیسفونل A از طریق اثر گذاشتن روی مرکز کنترل اشتها در مغز باعث چاقی میشه. یه مرکز هیپوتالاموس در مغز مرکز کنترل اشتهاست و یه هورمونی به نام لپتین بعد از خوردن غذا در واقع ایجاد میشه در بدن که به اون مرکز پیام میرسونه که فرد سیره. هیپوتالاموس افرادی که در مواجهه با بیسفونل هستن نسبت به این هورمون مقاوم میشه، یعنی در واقع این افراد احساس سیری نمیکنن. یه اتفاق دیگه هم درشون میفته که این افراد با رژیم گرفتن هم وزن از دست نمیدن، به دلیل اینکه در واقع ذخیره تعادل بین ذخیره انرژی و مصرف انرژی به هم میخوره در این آدم ها. ولی پیشگیریش مهمترین سوالی که می‌خواستم بکنم همین مسئله آره. پیشگیری بود. ببین در واقع مهم اینه که این ظروف رو در مایکروویو قرار ندین. هر وقت حرارت ببینن این بیپی یا بیسفونل A بیشتر آزاد میشه، داغشون نکنین.